شورای علمای شیعه افغانستان از گروه طالبان خواسته درباره محدودیت بر مراسم محرم تجدید نظر کند. شورای علمای شیعه افغانستان تاکید کرده که طالبان بر مراسم سوگواری ماه محرم محدودیت وضع کرده است. این شورا در بیانیه از طالبان خواسته در مورد وضع این محدودیت‌ها تجدید نظر کند تا شیعیان بتوانند مانند سال‌های گذشته مراسم محرم را برگزار کنند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. روز دوشنبه 26 تیر ماه و پس از نشر گزارش‌هایی از وضع محدودیت گروه طالبان بر مراسم محرم، سخنگوی این گروه اعلام کرد که آنان از اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کنند و در عبادت و اجرای مراسم مذهبیشان آزاد هستند. با این حال ذبیح الله مجاهد تأکید کرده بود که به خاطر تأمین امنیت و تدابیر احتیاطی بیشتر گرد همایی های بزرگ و رفت آمد گروهی محدود شده است. شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرده است که روحانیون شیعه در نشستی محدودیت طالبان را نپذیرفتند و برای حل این مسئله هیئتی را برای انتقال پیام شیعیان و گفتگو با مقامات طالبان تعیین کردند. در بیانیه روز سه‌شنبه 27 تیر ماه این شورا آمده است مسئولین امارت اسلامی در ملاقات با هیئت فوق الذکر تصمیم قاطع خود را در مورد اعمال محدودیت در برخی از نواحی شهر کابل به خاطر تهدیدهای جدی امنیتی مطرح نمودند. این شورا تأکید کرده که این هیئت در دیدار با مقام‌های طالبان نگرانی جدی خود را از پیامدهای وضع محدودیت بر مراسم سوگواری در ماه محرم اظهار کرده است. شورای علمای شیعه در این بیانیه تأکید کرده که از بعضی از استانها و شهرستانها نیز خبرهایی از اعمال محدودیت طالبان نسبت به برنامه‌ها و مراسم محرم رسیده است. این شورا همچنین از مردم خواسته است که مراسم محرم و عاشورا را با هماهنگی و همکاری نیروهای طالبان به صورت منظم و با شکوه برگزار کنند. از سوی دیگر منابع محلی در استان غزنی میگویند که طالبان برگزاری مراسم عزاداری دهم محرم بر شیعیان در این استان را با محدودیت وضع کرده است. منابع روز سه‌شنبه 27 تیر گفتند که یک هیئت از ادارات مختلف تحت مدیریت طالبان در دیدار با نمایندگان شیعیان در غزنی به آنان دستور دادند تا مراسم عزاداری دهم محرم را فقط در چند مسجد حسینیه محدود در داخل شهر و حومه‌های آن برگزار کنند. این منابع افزودند که طالبان به شیعیان در این استان هشدار دادند که نباید در سطح شهر پرچم نصب کنند و همچنان حق بر آمدن در جاده‌ها را ندارند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، طالبان مشکلات امنیتی را عامل وضع این محدودیت‌ها عنوان کرده و تأکید کردند که در صورت تخلف و احتمال وقوع هر نوع واقعه امنیتی، مسئولیت به دوش مردم خواهد بود. این در حالی است که سال گذشته نیز طالبان با بند آوردن جاده ها و شلیک های هوایی مانع بیرون شدن عزاداران حسینی به جاده های این شهر شدند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.